آیا اسلام دین عرب جاهلیت است؟ اگر چنین بود، همه امامان این دین به دست اعراب کشته نمی شدند. در قرآن اعراب به اشد کفر و نفاق متهم نمی گشتند. عمده مریدان مخلص رسول و امامان غیر اعراب نمی بودند، مثل آفریقایی ها، ایرانیان، یمنی ها. تمام سنت رسول و امامان برخلاف سنت های اعراب جاهلی نمی بود. اکثریت علما و عارفان اسلامی از غیر اعراب پدید نمی آمدند. همه سوره های قرآنی با رحمان و رحیم آغاز نمی شد که برخلاف خشونت و شقاوت اعراب است. اکثریت اسلام شناسان بزرگ جهان مدرن از غیر اعراب پدید نمی آمدند. جهانی ترین فرهنگ و معرفت بشری از مسلمانانی همچون حافظ شیرازی و مولای رومی به عرصه ظهور نمی رسید. و نهایتاً در هزاره سوم میلادی که عصر ظهور کفر آشکار و انقراض مذاهب است، اسلام وارد عصر شکوفایی و جهانی شدن خود نمی گشت و روی در روی کفر جهانی قرار نمی گرفت، در حالی که اکثریت حکومت‌های عربی حامی کفر جهانی هستند.